شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. به نام آن که وستایش کتاب است، چراغ راه دینش آفتاب است. به این دستور دربار خدایی، شرف بخش جوان آریایی، با درود فراوان و مهر بسیار به شما مهربان یاران در سراسر این گیتی جهان زیبا پرنشاط، احیانا هم اندوهگین. بسیاری از دوستان خواستند تا در رابطه با تاریخ کهنسال سرزمین آزادگان، سرزمین ایران، باز با هم سخن بگیم. سرزمینی که هزاران هزار سال پیشینه یه تمدن داره، حتما بسیار شنیدید که میگند گویند بهشت با حور خوش است. خیام میگه من گویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بشوی، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. برخی مکاتب و ادیان جهان انسان رو نوید دادن به فردایی دیگر و هر آنچه را که اینجا حرام کردند در فردایی دیگر آزادش کردند. اما در آیین راستی، در آیین نیکی و بهی، هم دیروز تو نیک باید باشد، هم امروز تو و هم هر روز تو و هر آنچه در هستی آفریدگار آفریده است در خدمت توست، به پای تو ریخته شده است. این که حتما شنیدید افسانه است کهن، تقریبا همه ادیان هم اون رو گرفتند. میگند وقتی که انسان آفریده شد به ملائکه گفت که اینو سجده کن. سجده ملائکه بار و معنی اصلی این سخن یه چیز دیگه بوده، یعنی که هستی به پای تو ریخته شده است ای انسان، یعنی این که هستی زیر پای توست و در اختیار تو، تو میتونی
بر هستی مستولی شوی، بر هستی دست پیدا کنی. چنانچه امروز گواه این سخن هستیم، انسان توانسته است بر هستی حکومت کند، جو و جاذبه را بشکنه، به جاهای دیگه دست پیدا بکنه و در همین جا چیزهایی را بیافرینه که برای انسان، اگر انسان حتی 20 سال 30 سال 50 سال پیش بوده، بسیار شگفت انگیزه. شما در نظر بگیرید یک کسی خواب بوده باشد 20 سال، امروز از خواب بیدار شده باشد، این همه تکنولوژی رو ببینه، شگفت انگیزه براش. تلفن دستی، کامپیوتر، رایانه، اینترنت، ماهواره و بسیاری مسائل دیگر که اینقدر این پیشرفت تکنولوژی در هستی سرعت و افزایش یافته که انسان مات و مبهوت میمونه. حالا این را عرض میکردم که یک، به دروغ برخی از جاها به ما وعده فردایی بهتری دادند که برعکس تو امروزت باید خوب باشه. تو اگر امروز نتونه خوب بخوری، خوب بپوشی، خوب زندگی کنی، فردا که نیامده است فریاد مکن. نکته دیگری که در رابطه با همین مسئله وجود داره، پیشینه هر انسان و هر سرزمینی است. میگن گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. از فضل پدر چه حاصلی میتونیم داشته باشیم؟ از گذشتمون ما چه حاصلی میتونیم داشته باشیم وقتی مرتب اون رو یادآوری میکنیم؟ بسیار نیکوست. شما وقتی گذشته رو در برابر چشمان خودتون و فرزندانتون میگذارید، اگر گذشتتون لنگ و پلید باشه، تلاش میکنید که اون رو امروز بهترش کنید. اگر هم گذشتتون خوب و زیبا و افتخار آفرین بوده، تلاش میکنید که اونو تکرارش کنید. گذشته تجربه است، سرمایه است، دستاورده. وقتی سرمایه و دستاورد تو نیک باشه، امروز گستاخی و شجاعت تو در میدان، در هستی باستر دستت. اونهایی هم که گذشته خوبی نداشتن، بسی سعی کن که گذشتهشون رو درستششون بذارن، سعی کن امروزشون بهتر از دیروزشون باشه. بر همین اساس مهربان یاران، سال هاست سالنامه 7000 ساله منتشر میشه از پاریس و خوشبختانه امروز در سر تا سر جهان شما بسیار هستید که از اون بهره میبرید. در همین رابطه کتابی نوشته شده به 3 زبان، پرس 7000 سیویلیزاسیون و پرسیان 7000 years civilization. این دوتا تکساش یکیه، تکس فارسی و فرانسه و انگلیسی یکیست، ولی به زبان پارسی آیین اوستاست که نوشته شده و این آیین اوستا جامعتر و کلیتر نسبت به اون دو کتاب فرانسه و انگلیسی که در اینجا شرح میدیم. ما یک، این تاریخ 7000 ساله، دو، اندیشه، تفکر، هنر و دستاوردهای دیگه این تاریخ پر افتخار رو، و سعی کردیم به گونه نگارش بیا به این کتاب انگلیسی و فرانسوی که وقتی در دسترس
غیر ایرانی ها قرار میگیره اطلاعاتشون بالا بره، اطلاعات قوی داشته باشن در رابطه با ایران و فرهنگ کهن، و از سوی یک سری کدورت ها و مشکلات داخلی خودمون رو تا این قرون اخیر اونجا مطرحش زیاد نکردیم. اما در کتاب آیین اوستا بسیاری از مسائل پرداختیم، زیرا که ایرانی بایستی بدونه چه تفکر و اندیشه‌ای پلید و ناپاکه و چه اندیشه و تفکری پاک و خوب و زیباست. بر همین اساس هست که چندی پیش که دعوت شده بودم برای اینکه گواه پیوند خویشاوندی دو نوجوان باشم، جوان باشم، شوهر انگلیسی بود و عروس خانم ایرانی، در انگلستان که بودیم وقتی که مراسم میخواست انجام بشه و من شروع کردم به سخن گفتن و تکسی به زبان انگلیسی خونده شد و غیره، من دیدم خانواده داماد که غیر ایرانی هستند هرگاه که ما سخن میگیم لبخند به لبانشون میومد و بعد از اون در طول روز و شب که با اون مهربان یاران بودم دیدم چقدر این خانواده داماد آشنایی دارن به تاریخ و فرهنگ کهن پیش از اسلام ایران. بعد متوجه شدم که عروس خانم به عنوان هدیه به خانواده شوهرش همین کتاب 7000 ساله پرشین 7000 year civilization رو هدیه کرده بود. و اینها مثل خیلی های دیگه میگفتن وقتی که ما شنیدیم پسرمون میخواد با یک دخت ایرانی ازدواج بکنه گمان میکردیم که الان چهار تا آخوند و ریش و اما و امامه و لباده و که بچه ما باید واژه تازی رو به کار ببره به اصطلاح مسلمون بشه و غیره و غیره مطرح خواهد شد و ما روی این قضیه خیلی ناراحت بودیم، تا اینکه پسرمون به ما خبر داد که این خانواده عروس خانم و خود عروس خانم اینها به فرهنگ کهن آریایی ایرانی باور دارند و مراسمشون هم متفاوت. مثل این نمونه بسیار بوده تا کنون، یعنی هرگاه که یک غیر ایرانی شنیده مسائل و تاریخ و اندیشه و تفکر ما رو متعجب شده و حقم دارن متعجب بشن، چون ماها کاری نکردیم در این رابطه و اگرم کاری کردیم همه حرفا بوده که برای خودمون زدیم. تا کنون نیومدیم فرهنگ خودمون رو اونطور که باید اونطور که شاید معرفی کنیم. دولت ها اگر بودن اومدن برای توریست از قبر فلان امام و فلان امامزاده و کوزه برشانه گذاشتن بانوان فلان روستا و فلان شهر و شهرک عکس و فیلم گرفتن و نشون دادن، فیلم سازه ما هم که فیلم هایی که به خارج آوردن همش فقر و بدبختی ما رو نشون دادن. در حالی با تاریخ کهن 7000 ساله آریایی کاری نشده بود. بر همین اساس امروز ببینید یک کتاب 100 خورده ای صفحه میتونه دارای پیام های بسیاری باشه، به ویژه اینکه فرهنگ ما رو، فرهنگ و اندیشه ایرانی آریایی رو بهتر و بیشتر ما میشناسونیم به دنیا. تمامی دستاوردهای تاریخی ما به دروغ شده از آن دشمنان ما. چندی پیش بود در یکی از این تلویزیون های فرانسوی بحثی میکردیم، بعد به ناگاه یک مسلمان وارد بحث شد، مسلمانی که هیچ ایمانی هم نداره به اسلام ولی چون نویسنده است و این کتاب می‌نویسه به اسلام مسلمان ها میبینن از ایدانتیتی از هویتشون دفاع میشه، ایدانتیتی که نمیشناسن ها، حالا در این رابطه با صحبت کردیم باز صحبت میکنیم.
اومد گفت شما چی داری میگی؟ اسلام هیچی نداشته، مسلمان ها دوران خلافت عباسی رو بیاد بیار، پور سینا رو بیاد بیار، اینا همه فرهنگ و تمدن ماست. من خوشبختانه از پیش چون اینها رو احساس میکردم یک سیر اسناد با من بود، اسناد رو گذاشتم روی به اصطلاح بقول اینها پلاتو، روی میز، گفتم در مرحله نخست باید بدونید که افکار تازی یک اصولی داره، یک پرانسیپی داره، این اصول و پرانسیپ اگر دیگر شد دیگه آن اولی نیست. گفتم این اصول، تو وقتی از خلفای عباسی سخن بگی، اصول اولیه‌ای که در صحرای عربستان اعمال می شده در هنگامه پیامبر اسلام و خلفا، با آنچه در هنگامه خلفای عباسی زمین تا آسمون فرق میکنه. خلفای عباسی اسمشون عباسی بوده تازی، و خلیفه به اصطلاح منتسب به پیامبر بوده و نماز میخوندن و خطبه به نامشون بوده، اگر نه جامعه جامعه تقریبا لایکی بوده، رقص و آواز و شرابخاری و نشر اندیشه های غیر اسلامی در هنگام خلفای عباسی رشد پیدا میکنه، شکوه میگیره، عظمت میگیره. همه اونهایی که طی اون سالهای قبل ممنوع بوده، تا اون کتابایی که قبلا آتیش گرفته شده توسط سربازان تازی، در هنگامه خلفای عباسی از زیر خاکا در میاد و ترجمه میشه، تدریس میشه. بسیار خیلی از ما امروز نام و نشانی داریم از تازیان و از اسلام، اما هیچ کدوم ما نه تازی هستیم نه به اسلام عمل میکنیم. همیشه به ما میگن 1,200,000,000 مسلمان هست. شما از توی این همه باید ببینید که این بچه هایی که توی تهران، شیراز، تبریز، اهواز، آبادان، مشهد و شمال سرسبز میبینید، اینها چه پایبندی دارند این اندیشه و تفکر؟ هیچ. حتی امروز من بچه هایی میبینم با اینکه در ایران تدریس برخی از آیات قرآنی اجباری است، حتی همونا رو بلد نیستن بخونن. وقتی کسی پراتیک نمیکنه یه چیزی رو، شما این اسم هویت رو اون میذارید، نادرسته. جریان خلفای عباسی هم اینطور بوده و از همه مهمتر بون شب اون جوان گفتم جریان پور سینا است. شما میگی که اویسن اینها میگن در فرانسه، ابو علی سینا، ابن سینا، پور سینا، شما بگی پور سینا، پور سینا، ابو علی سینا اگر حرفاشو پس نمیگرفت کشته شده بود. گفتم کتاباشو بخون، خوشبختانه یک نمونه هم داشتم در آدم بهش نشون دادم. گفتم در رسائل اینو میگه، در قانون، در طب اینو میگه، در شفا اینو میگه، از نظر فلسفی این گونه میاندیشیده، از نظر پزشکی اینطور، از نظر تعصبات مذهبی اینطور. میدونید بارها من عرض کردم خدمتتون، دیگر بار نیز میگم، به دنیا بگید اینو، به جهانیان بگید اینو، دنیا بدونه. فرهیختگان ایرانی هرگز مسلمان نشدن. اگر سهروردی رو کشتن، اگر عین القضات رو کشتن، اگر ابن مقفه رو کشتن، اگر سرداران دلیر ما رو مثل بابک خرمدین رو کشتند، عمر خیام، حافظ رو کشتند، به چه جرمی کشتند؟ به جرم بیدینی. دستاوردهاشون امروز پیداست. ابن مقفع اسم تازیست پیش میدن روز باهان رو، چون موقع بود بوده، میدونید که اون موقع چون اینها استیلا پیدا کرده بودن، استیلای تازی موجب شده بود تا زبان تازی زبان رسمی باشه در سرزمین های بسیاری.
بر همین اساس اینا اسم تازی میگرفتن، چون مگر میگفت روزباهان، خشایار، داریوش، کوروش، سیاوش، نمیتونستن تلفظ کنن. دومی که برای جون، برای اینکه جون خودشون نجات بدن، فوری سر اینا نبرن به عنوان فورس عجمی. ولی اینا هر کسی نشون تفکر نمیپذیرن، میپذیرفتن که اینا رو کجا میکاشتنش میکرد و آثارشون پیداست، در آثار اینها پیداست. و بعدم اینها توسط فقها و علمای اسلامی به قتل رسیدن. یعنی اسلام حقیقی، اسلام واقعی. یه دیگه من به ما میگن اسلام واقعی غیر واقعی، کسی که مسلمان نبودن که میشن پرچمداران اسلام واقعی، که پرچمدار اسلام واقعی اون کسی است که تازی است، اندیشه و تفکر تازی داره و بر اون اساس خون میریزه. حالا پور سینا را میخوان بکشنش، ابو علی سینا نیز یه شخصیتی که امروز بشریت بهش افتخار میکنه، یک شخصیتی که امروز آثارش در دنیا تدریس میشه، یه شخصیتی که طب رو و فلسفه رو به گونه ای کتبیش کرده که تا به امروز قابل استفاده است. تئوری نبوده در ذهنش، تونسته تئوریاشو روی کاغذ بیاره، تدریس کنه و تا به امروز بمانه. و پدر طب دنیا، پدر پزشکی جهان نام بگیره. ابو علی سینا رو میخوان بکشنش، پور سینا رو میخوان بکشنش، مثل که خیام میکشن، مثل که حافظ شیراز رو میکشن و الی آخر. اما پور سینا میبینه اگه از زنده باشه و جان انسانها رو نجات بده، به مراتب بهتره تا اینکه کشته بشه. پس چه میکنه پور سینا؟ به جون خودش نجات میده و برخی از حرفا رو میگه مال من نیست و حالا هر چی میخواد سینا جون خودش نجات. ولی فراموش نکنید با سن 55 یا 57 سالگی جوان کشته میشه پور سینا، تا امروزش که نمیدونه چطوری مسمومش میکنن توسط خدمتکارش، مسمومش میکنن. بعد از اینکه میدونید زندانی میشه، عذاب میکشه، شکنجه میشه، بعد نظر پزشکی چون کارهایی میکنه انسانهایی رو مداوا میکنه. حالا این آخوندهای حاکم بر ایران اومدن رو سر هر شخصیت بزرگ تاریخ ایران یه عمامه گذاشتند که بگن اینها هم آخوند بودند و ملا. برخلاف این که عمامه نیز در اون هنگامه ها مثل کلاه پهلوی، مثل کاسکت، مثل خیلی چیزایی دیگه مدی بوده، چون تازی ها می پوشیدن، خلیفه سرش می کرده، یه مد بوده در اون هنگامه، مسئله دینی نبوده. البته علما سرشون میکردن. من در یوتام نوشتم که اصلا از زمان هارون الرشید، ابو یوسف قاضی القضاتش میاد یک لباس ویژه برای علما تعیین میکنه که میگه وقتی علما تو شهر راه میرن مشخص باشه که بابا عالم با عوام فرق بذارن. یعنی ریشه این مسئله در اسلام مسئله تبعیضه. اما صرف به سر کردن عمامه در مرحله‌ای توسط برخی از شخصیت‌های ما دلیلی نمیشه که اینها مذهبی بوده باشند. البته آخوند و ملا و اینها هم که میدونید پیش از این بار دیگه ای داشته، بارش فراتر از باری که الان هست. استاد دانشگاه رو بهش گفتن ملا، پر از علم و دانش آخوند. بعدا دیگه اینا همه خراب شد، بعد روحانی و روحانیت و این دکان‌ها باز شد و این اسامی دیگه. بر همین اساس مهربان یاران، من امروز پیشنهاد میکنم، این پیشنهاد رو خصوصی به خیلی از هنرمندان فرهیختمون تا یک سالهای گذشته کردم و بسیاری پذیرفتن و شاهد کارهاشون بودیم و هستیم. به هیچ عنوان از این پس از فرتورها، چهره ها، نقاشی هایی که از علمای بزرگ ماست و اینا عمامه سرشون گذاشتن شو استفاده نکن. و این هنرمندان عزیز ما بیان برای همه تصاویری بیافرینند، نقاشیایی بکنند بدون عمامه. استاد فرشچیان
از مفاخر علمی جهان، ایشون از مفاخر هنری، هنرم خودش علمه، از مفاخر هنری جهان. تصاویر بسیار زیبایی دارن، کارهای بسیار خوبی دارن، به ویژه حافظی دارند که ببینید با گیسوان بلند و موهای آشفته بدون عمامه بر سر، کشیدنش. دیگر هنرمندان باید این کارو بکنن، برای دیگر بزرگان ما، بزرگان ما رو بدون عمامه بکشید. و بعد هنرمندان ما، سازمان‌های انتشاراتی در داخل کشور، خارج از کشور، اینها رو تقویت کنن، چاپ کنن، منتشر کنن، پخش کنن، تا جهان ایرانی، جهان آریایی اون چهره دیرینه خودشو به دست بیاره. هر از چندی هم ابتکاراتی به خرج بدید در داخل کشور و خارج. میدونید ابتکار در عمل یکی از سلاح‌های مبارزه است. اگر میام توی خیابون شعار میدیم ما رو میگیرن، اگر کتابی رو رد بدل میکنید میگیرن، اگر سایت های اینترنتی شما رو میبندن، با لباس خودتون میتونید با اونها مبارزه کنید. کراوات میگن ممنوعه، شما کراوات بزنید جوانای رعنای ایرانی. میگن پرچم سرنگ ایران بدون اون چنگک و شاخ گاو که به نام الله گرفتنش، اون شاخ گاوه مال سیکای هندوستانه. میگن پرچم ایران بدون اونها ممنوعه، شما پرچم ایران سرتون کنید، تنتون کنید، به گردنتون بیاندازید با شیر و خورشید یا با فروهر. امروز اینقدر فروهر در ایران زیاد شده. یکی از دوستان از ایران اومده بود، میگفت ما اینقدر سفارش داریم که دارم دنبال یه دستگاهی میگردم که بتونم قالب های طلای اینها رو بیشتر بریزیم و سرعت ببخشیم که قیمت هم بیاد پایین تر، همه بتونن ازش استفاده کنن. خیلی عالیه این. ما در همین کتاب آیین اوستا و برس ست میلان دو سیویلیزاسیون به زبان انگلیسی و فرانسوی اصلا شرح دادیم این فروهر رو که یعنی چی، شرحش دادیم. میدونید که حتی چلیپا که میشه سلیب، سلیب چلیپا، از سلیب، سلیب که میدونید چلیپا یه پارسی ایرانی آریایی میاد، تقریبا همین فروهر ماست. بعد وقتی که با عیسی مسیح بهش آویخته هست، آویزان هست، تقریبا حالا خب با چهره دیگه، اون طفلی رو اونطوری به صلیب کشیدن، همین فروهر ماست، اصلش ریشش همونه. این هستی است به هر حال داره میچرخه. شما هر طور که میتونید بایستی با این نظام، با این رژیم مبارزه کنید، با لباس پوشیدنتون، با گیسوانتون رو بلند کردن، با استفاده از تصاویری که اونها احساس میکنن برای شما ممنوع کردن. بعد موجب میشه که بچه های دیگه یا حتی خود شما برید دنبال ریشیابی غذایا. وقتی میرید ریشیابی میکنید که شیر و خورشید از کی کجا چطور در سمبول های ایران ظاهر شده، وقتی میرید تحقیق میکنید که فروهر یعنی چی، از کی تا کنون ظاهر شده در فرهنگ ایران، سرنگ پرچم خور سرنگ ایران یعنی چه، اینا همه آموزش، نه همه درسه برای ما، درس بهره ببریم از این درس، روز به روز هم رشدش بدیم در جامعه و سرزمین خودمون. و بدونید که اتکا به گذشته با افتخار بازدهیش برای امروز و فردای ما بسیار زیاده. آدم چطور میتونه بیاد تاریخ ننگ سرزمین خودش و تاریخ روزانه خودش بکنه؟ خیلی از بچه های ما نمیدونند که وقتی میگن 1380 و نمیدونم چند، و هر روز ما اینو مینویسیم، هر روز ازش استفاده میکنیم، یعنی یک تحقیر تاریخی رو، یک شکست تاریخی رو، یک تجاوز تاریخی رو ما خودمون هر روز
گرامی میداریم و پاس میداریم. نباید ننگمون بیاد. از اینکه 1380 خورده سال پیش اون عظمت و شوکت و تمدن ما را از بین بردن، ما را به اسارت بردن، بانوان ما را بهشون تجاوز کردند، دارایی ما را به یغما بردند، بزرگی را از ما گرفتند، ما را بدبخت و بیچاره عبد ذلیل کردند. بعد ما روز میگیم 1380 فلان. همه اینا نوعی نبرد و مبارزه است. وقتی تو بیای بگی من در سال 7020 مثلا خورده ای هستم، خودش مبارزه است. نشون دادن هویتت یک مبارزه است. وقتی که گذشته پر افتخار داشتی، چرا این گذشته پر افتخار رو بگذاری که به نابودی بره؟ وقتی تو میگی 7000 خورده ای سال من تمدن دارم، خودت، بچه تو، همسایه تو میره تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، ببینه چی بوده توی. خیلی از دوستان به من میگن سال هاست که این ایران با 7000 سال پیشینه تمدن زبانهای مختلف نوشته شده، پرچم شده، تابلو شده، این وربر پخش شده. میگه اصلا وقتی ما قاب بگیریم تو خونمون میذاریم، میهمانان غیر ایرانی ما که به خانه وارد میشن، دیگه بحث ما اون شب همش حول ایران و فرهنگ و تمدن ایرانه. بعد میگن اطلاعاتی رو ما از دوستان غیر ایرانیمون میگیریم که خود ما نداریم. Thank you.